این بخش از آموزش ما بیشتر برای کسانی مفیده که میخوان از رندر شبکه ای استفاده بکنن و دو یا چند سیستم اپل دارن شما از طریق فانالکات میتونید خروجی برای شبکه بفرستید از طریق موشن هم همینطور عنوان شعری که تو موشن وجود داره یک گزینه سنت و کامپرسور داره که بالعکس فانالکات خیلی هم وجودش بیهوده نیست چون ما توی خود موشن عنوان مستقیم سن تو کامپرسور رو نداریم خب خود کامپرسور هم که طبیعتا اصلا برای این کار ساخته شده اما رندر شبکه توی اپل به این سه نرم افزار محدود نمیشه شما با افتر مایا، شیک و چندین نرم افزار دیگه هم میتونید از شبکتون استفاده بکنید برای رندر کردن فایل هاش و برای خروجی گرفتن اما اتفاقی که میفته به چه شکله به طور مثال شما یک آی مک دارید و یک مکبوک که میخواید ازشون توی رندر استفاده بکنید یک چیزی بعد درست بکنید به اسم کلاستر یا یه م... نمیدونم شاید بشه اسم کل... کلاستر رو یه مرکز کنترل یا یک مرکز منسجم اطلاعات گذاشت که در حقیقت اطلاعات توی اون جمع میشه مثلا وقتی این فریم ها رو رندر میکنه میریزه توی کلاستر این دستگاه همینطور حالا دستگاه دیگه هم باشن باز به همین شکل و به اونها دستور میده که چیکار بکنن و تقسیم میکنه کار رو بین تمام اونها معمولا بهتر کلاستر شما همونطور که گفتم روی قوی ترین کامپیوترتون باشه که اینجا آیمکه شما بعد از اینکه کلاستر رو روی آیمک تنظیم کردید میتونید از هر سیستم دیگه روی شبکتون هم بهش رندر بفرستید یعنی اینجوری نیست که فقط اون دستگاهی که کلاستر رو تنظیم شد امکان رندر شبکه داشته باشه تمام اعضا یک همچین امکانی رو دارن ولی خب به صورت متمرکز روی یک سیستم باید تنظیم بشه اما اگر شما بیش از یک سیستم داشته باشید مثلا فرض کنیم اینجا توی شرکتی شما کار میکنید که یک مک مینی یک مک پرو یک آی مک و یک مک بوک هم داره اینجا بهتره که کلاسترتون رو روی مک پرو تنظیم بکنید از اونجایی که خب این سیستم قوی تر از بقیه است نکته کلیدی دیگه ای هم که حتما باید توی این بخش از آموزش و بگم اینه که وجود یک شبکه مطمئن که سرعت بالایی داشته باشه و خوب کار بکنه برای رندر شبکه بسیار حیاتیه